سلام دوستان عزیز، به ویدیو جدیدم خوش آمدید. من امروز خواستم برای شما یک ویدیو متفاوتر بسازم. بنابراین خواستم از قدیمترین موزیم فرانکفورت دیدن بکنم. این موزیم به نام کمونیکیشن موزیم یا موزیم ارتباطات است که در 31 جنوری 1958 باز شده در شهر فرانکفورت موقع داشته. در این موزیم از قبیل تمام ارتباطات، تلفن، موبایل، تلویزیون، آله ثبت صدا و ارسال نامه ها می باشد. به می خاطر خواستم که بیایم از این موزیم دیدن بکنم و ویدیو بسازم. و هر زمانی که شما دوستا خواستن فرانکفورت بیاین، شما میتونین از این موزیم دیدن بکنین و تمام معلومات ها را ما در بخش دسکریپشن یا بخش توضیحات قرار دادیم و شما میتونین که از این معلومات ها استفاده بکنین. و همچنان در نزدیکی یا در اطراف خود این موزیم معلومات دیدنی و تاریخی وجود داره و شما میتونین که همچنان از این معلومات دیدن بکنین و استفاده خوب بکنین. با ما باشید و ما را همراهی بکنید تا ختم ویدیو. یه هم بخش از تلفن های سرمیزی است. این تلفن ها در سال 1887 همچنان مورد استفاده قرار گرفتن و بسیار یک شکل های خیلی زیبا و معقول داشته در موزمان. بالاخره مرور زمان با شکل تغییر کرد. این در سال 1929 با می شکل 1929 و بالاخره شکل ها تلفون و تکنولوژی هم روز به روز تغییر کرد. در سال 1989 2006 2013 یه هم به شکلی بود که وقت تعیین میشد از طرف دیگه منتظر میشیشتن که تا شخصی که دیده سر زنگ بزنن. یه هم تلفن های خیلی ابتدایی است که بسیار از زمان های سابق است. یک شکل خیلی ساده هم. اولین تلویزیون است که در سال 1883 ساخته شده و بعدا در سال 1929 همچنان مورد استفاده قرار گرفته و این بسیار به شکل ابتداییش بوده.
ما یه هم رادیو هایی بودن که در سال 1939 استفاده می شدن. خیلی قدیمی. چون شیشه از تصویر درست قدر نمی هست. ولی ارزش ازیرا داره که یک بار ازی موزیم دیدن بکنید. یه هم دستگاه صدا ثبت کننده است. در سال 1945 یه هم از بخش لاود اسپیکر هست که در سال 1961 استفاده می شده. کامرای فیلمبرداری تلویزیون است. در سال 1945 سیاه‌سفید بوده، بسیار به شکل ابتدایی بوده. این صندوق هم که میبینین در قرن 16 به خاطر نامه استفاده میکنه، نامه ها رو در جا بجا میکنه، از یک محل به محل دیگه انتقال میدادن. قسمه که امروز ما ایمیل، صرف ایمیل نامه خود روان میکنیم انترنت، تقریبا 500 سال قبل پیشتر از او مردم قسمی بودن که از یک شهر به شهر دیگه میرفتن، نامه رو به دست یکی دیگه خود میدادن و به این شکل تجاره که به شهر دیگه می رفتن نامه را انتقال. لایک و سابسکرایب فراموش نشه دوستا، سابسکرایب خود را بکنین.
از تمام شما دوستان تشکر میکنم تا هی لحظه با ما بودن و از ویدیو ما دیدن نمودن، لایک سابسکرایب کردین و دوستایی که نو به چنل ما آمدن و اگر عضو چنل ما نیستن لطفا سابسکرایب نمودن چنل ما تا که ویدیوی بعدی ما را شما بیننده باشن و خداحافظ دوستان عزیز، تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک می سپارم. تشکر میکنم، خداحافظ.